جلسه ده هستیم از مروری بر عهد عتیق یک این کلاس رو با این جلسه تموم میکنیم هر ده جلسه یک کلاس هست و کلاس بعدی عهد عتیق دو مروری بر عهد عتیق دو بقیه کتاب های اهده رو شروع خواهیم کرد در آخر این کلاسی امتحان هستش که برای شما مروری باشه از چکیده مطالبی که تو این کلاس یاد گرفتیم میخوام با هم دعا کنیم و امروز راجب استر صحبت میکنیم و راجب مطلب مورد علاقه من چیه؟ ایران در کتاب مقدس خداوند تو رو شکر می‌کنی برای کتاب کتابت خداوند که برای تمام جهانیان دل می‌سوزونی به خصوص برای ایران و ایرانی ای خداوند تو برنامه داشتی برنامه داری و خواهی داشت تو رو شکر می‌کنم در این زمان‌ها تو ایران رو به یاد آوردی با نجات‌ها و با روح تو که بر ایران ریخته ای خداوند برای امروز دعا میکنم که کلام تو قلب و زندگی ما رو لمس کنه آمین آمین کتاب استر در ایران اتفاق می‌افته وقایعی که در ایران اتفاق میفته و استر کلمه استر به معنی چیه ستاره خانم ستاره خانم هم کلمه ملکه ایران داستان اوست یعنی تمام اتفاقات کتاب استر کاملا در ایران داره اتفاق میفته داستانیه که یه چیز عجیب توشه تنها کتاب مقد... کتابیه تو کتاب مقدس که اصلا از خدا یک کلمه اسپورده نشده کلمه خدا رو توش پیدا نمی کنید ولی تمام کتاب بدون اینکه از خدا اس برده بشه تمام کارهای خدا اصلا خدا رو میشه دید بدون اینکه اس برده بشه از آز ادبیاتی واقعا یک شاهکاره کتاب استر اخیرا هم ازش فیلم تهیه کردن چند دیدیدش آره امیدوارم به فارسی هم ترجمهش بکنم که چه داستان درام چه داستان پر هیجانیه مرتب بقای اتفاق میفته تنس توش هست اتفاقات بعدی هیچ قابل پیش بینی نیست مرتب مثل فیلم های خیلی خوب پلیسی و جنایی که اصلا نمیدونید صحنه بعدی چه اتفاقی میفته و خدا اینو خیلی زیبا واقعا در این کتاب نوشته که آدم وقتی شروع میکنه تا آخرش میخونه دیگه نمیتونه وسط داستان سب کنه و خدا رو که میشم توی یه شب خون چون چند تا فصل بیشتر نیست کلمه کلیدی حمایت خداست با اینکه باز کلمه خدا توش به کار برده نشده دست خدا و حمایت خدا رو از قوم خودش در این آیه ها میبینیم داستانش رو میدونید که خشایار شاه پادشاه ایران به ملکش یه مهمونی میده بعد یه ملکه زیبایی داشته به نام وشتی یه خانوم ایرانی بعد بهش میگه که حالا برای اینکه به جله دیگران پوز بده زیبایی هم... همسرش رو بهش میگه پاشو بیا مثلا جلو اینا مثلا برقصان یعنی میخواد بخونتش که جلو اینا پوزشو بده و این ملکه می... میگه چی؟ یه نمیام <applause> مگه ما خانمایی رانی خیلی چیزن نه. <applause> مگه ما عروسکی هر موقع دوستات میان ما بیاییم اینجا جلوشو بیستیم خانم وشتی میگه نمیام و پادشاه جلوی دوستاش خیت میشه ناراحت میشه اونو بیزاری کنار میگه بس برید یه ملکه رو انتخاب کنید و دست خدا هست که اینجا میبینیم استر یک یه یهودی یک یتیم کسی که برده است از پدر و جد تو مملکت برده بودن انتخاب میشه که ملکه ایران باشه و دست خدا رو باز اینجا میبینیم که زمانی ملکه ایران میشه که یک واقعی اتفاق میفته و اون هامان نخست وزیر ایران یک با کلک یه دستوری رو از خشایارشا میگیره که تمام یهودیان رو قتل عام کنه و اینجا خدا استر رو استفاده میکنه تا نه تنها این انجام نشه بلکه یه برکتی برای قوم یهود اتفاق بیفته در فصل 8 تا 17 میخونیم که همین اتفاقات و, و همین معجزات باعث میشه که بسیاری از قومهای زمین به دین یهود گرویدن بسیاری از قومهای یهود قوم زمین یعنی که یعنی ایرانیا بودن اینجا می‌بینیم ایرانی‌ها ایمان آوردن در زمان در کتاب مقدس می‌بینیم خود داریوش میگه من به خدای دانیال من ایمان آوردم کوروش رو میبینیم میگه این خدای یهوه خدای حقیقیه اونه که تمام این مملکت‌ها رو به من داده یعنی من ایمان دارم وقتی ما در آسمان بریم یه چند از این پادشاه ایرانی رو اونجا می‌بینیم چون از آیاتی که تو رهد نشون میده نشون میده اینا واقعا چیزی براشون جاافتاده بوده از خدای واقعی از خدای یهود خدای خدای کتاب مقدس در حقیقت دو تا قسمت اصلی داره خطر برای یهودیان یک تا چهار و بعد خطر رفت میشه و پیروزی برای یهودیان رو از فصل 5 تا 10 میبینیم فصل یک تا چهار میبینیم چطور خطری رو از طرف هامان که با کلک یک دستوری رو از پادشاه میگیره که تمام یهودیان ایران قتل عام این وقایع زمانی اتفاق میفته که یه سری که تعدادشون هم زیاد نبود از ایران رفته بودن درسته کوروش دستور رو صادر میکنه یه سری میرن و اکثرا ولی تو ایران مونده بودن اکثر یهودیان هنوز تو ایران بودن پس این در حقیقت اگر این دستور انجام میشد تقریبا تمام یهودیان 80 90 بیشتر از 90 درصد یهودیانی که موجود بودن قتل عام میشدن چون اکثرا در ایران زندگی میکردن و تازه اونهایی که در اورشلیم بودن هم جزء مملکت ایران بوده یعنی به احتمال قوی حتی اونجا همین دستور اجرا میشد و ممکن بود 100 درصد یهودیان در خطر خطر باشن و این روح ضد یهود رو میبینیم که همیشه در دنیا وجود داشته نه اینکه حالا بگیم یهودیان تافته جدا بافتن ولی خداوند از این قوم استفاده کرد برای آوردن نجات بعضیا میگن خب چرا از قوم یهود منم میگم حالا هر کی خدا دست روش میذاره شما هم همین بهانه رو میآوردی رو هر کی دست میذاره گفت چرا این چرا اون چرا اون و خود خدا جواب اینو میده میگه من به قوم یهود میگه من شما رو انتخاب کردم چون کسی نبودید چرا خدا یهود انتخاب میگه چون کسی نبودم قوم مثلا ایران پادشاهی بود بابل آشور روم بعدن هر کدوم مملکت های جهانی رو زیر سلطه خودشون داشتن خدا دا یه قوم بینام و بینشان انتخاب میکنه دنیا رو نجات بده ولی یک دشمنی بر علیه این قوم در دنیای روح واقعا یه چیز جسمانی نیست حالا خیلی مواقع مسئله رو سیاسی هم میکنن که خب حالا مثلا فلسطین و مثلا اسرائیل اینا قسمت های سیاسی شه و میدونیم در سیاست هم انسانه که داره عمل میکنه نه خدا انسانه که از طریق سیاست کشورگیری حالا حق با اسرائیل حق با فلسطین که اینا صحبت ما نیست ولی صحبت ما اینه که یه روحی در دنیا وجود داشته مثلا هیتلر هیتلر یه روحی برش اومد که اصلا ضد یهودیان میخواست همهشون رو قتل کنه حالا چرا چه چ... کار کردن همه کشورا میگشت که پیدا کنه و اونها رو بکشه بعضی از ما ایرانی که به مسیح ایمان میاریم میگه من از جهودا متنفرم بعد, بعد با مسیحی آنتازه تازه مسیح ایمان آورده گاهی بهش میگم خب تو چرا متنفر فکر میکنه میگه راستی نمیونم چرا موترم ولی هستم دیگه یه،, یه روحیه یه دلیه که به ما داده شده دلی که از خدا داریم چیه خداوند یهودو دوست داره غیر یهودم دوست داره مسلمونم دوست داره نامسلمونم دوست داره خداییه که جهانیان را انقدر محبت نمود برای ما مسیحیان یهود و فلسطین به یک اندازه ارزش دارن اسرائیل و فلسطین چون مردم هر دوتا فرزندان خدا ایسای مسیح برای هر دو گروه جانش رو داد پس ما عنوان مسیحیان نمیایم از لحاظ سیاسی طرفداری کنیم از چشم خدا نگاه میکنیم از هم اعراب رو دوست داریم هم یهودیا رو دوست داریم چرا چون دل خدا رو داریم اینجا اون روح غیر یهود رو میبینیم که میخواد اصلا یهودیا رو کامل نابود کنه این چه عکسی جزه امتحانات کجاست استر رفته جلوی خشایرشا ناراحت از حال رفته که خشایار میگه چی شده بگو این چه عکسیه این کجاست بله مردخای کیه استره پسر عموشه و بزرگش کرده و داستان اینجاش خیلی خنده داره جایی که شب قبلش نخست وزیر هامان دارو همه نقشه ها رو گذاشته همه چیز رو آماده کرده و بعد پادشاه میاد خیلی خنده داره بهش میگه که اگه کسی به پادشاه خوب خدمت کرده باشه ما چیکارش کنیم میگه حتما خودم هم دیگه به و بگم این کار رو مثلا روی یک اسب بگذارید و لباس های گران قیمت به همه شهر بگید اینه پاداش کسی که پادشاه رو خدمت کنه فکر میکنه خودشه ولی پادشاه شب قبلش خوابش نرفته بوده میخونه کی بوده تاریخو میخونم میگه آه یه مورد خواهی هم بوده که بی و نشان یه زمانی میخواستن منو ترور کنن این اسمارو رو داده بوده ما رو منو از خطر میگه اونو پس بعد خنده دار اینه که اون باید اسم اینو میگردن همین که میخواست بگوشتش بعد اسمشو میگردن به دنیا به شهر اعلام میکرد پاداش کسی که پادشاه رو خدمت بکنه این هست اینم اون عکسش خب مکاشفه عیسی مسیح استر شباهتی داره با عیسی مسیح چرا چون عیسی مسیح هم در دربار ولی شفاعت کرد جلوی خدا و حاضر شد استر جانش رو نداد ولی استر به جای رسید که گفت اگر مردم هم مردم حاضرم این که حاضر باشه جانش رو برای نجات قومش بده این روح مسیحه حالا ما حاضریم بها بدیم برای نجات قوممون این روحی که حالا ممکنه خدا از خیلی از ما نخواد که جانمون رو بدیم ولی این که بها بدیم این که بگه من حاضرم برای نجات ایران بها بدم این روح مسیح این از مسیح یه چیزی گرفتی یه چیزی درک کردی اگر میگی من تو این دنیای غرب تو این راحتیام تو این آسایشی که دارم بی خیال نمیخوام باشم میخوام خداوند از من استفاده کنه و حاضرم بها بدم همونطور که استر این کارو میکنم مردم هم مردم بعضیا به مسیح در ایران ایمان آوردن واقعا انقدر غیرت و جرأت دارن میگن ما میدونیم چی به دست آوردیم میدونم مثلا خودم من مرده بودم مثلا خواستم خودم بکشم من زندگی نداشتم خود عیسی مسیح منو زنده کرد و حالا او رو اعلام میکنم مهمم نیست مردم هم مردم اینقدر جرأت دارن اینقدر چون که چشیدن چشیده که عیسی مسیح براش چیکار کرد دیگه براش مهم نیست بعضیا به برنامه تلویزیونی زنگ میزنن میگن خب مواظب باشیان مثلا از کارت تلفن استفاده کنیان میگه بی خیال آقا ما از این چیزا گذشتیم من مسیح زندگی ما عوض کردم بگم بگیرن اصلا این دل مسیحه که میگه من نمیترسم چون میدونم خدا برای من چیکار کرده پیروزی بر یهویده پس استر رو دیدیم دیگه مخاشفه روح القدس روح القدس اینجا اگرچه اس برده نمیشه ولی یه کارگردانه یعنی میبینی اصلا کل داستان رو اون داره میگردونه همه چیزش داره پیش میره به ترتیب سر وقت اتفاقات جالبی میفته دروس روحانی که یاد میگیریم خدا از افراد معمولی به طور غیر معمول استفاده میکنه یک دختر یهودی رو در نظر بگیری در اسارت به دنیا آمده بزرگ شده کسی نیست به حساب نمیاد ولی خدا او رو انتخاب میکنه برای یه کار عظیم اینو تو اگر این کلاس رو مرور کنید اینو مرتب میبینیم نه که خداوند به دنبال افراد معمولی میگرده که غیر معمول ازشون استفاده کنه تنها چیزی که خدا میخواد اینه که با تسلیمش باشی به توانایی ما نیست به تسلیم ماست که بگیم باشه ای خداوند با هر چی که به من دادی من تسلیم تو هستم بیل برایتو این یک شنبه شنیدیم که و تو کتاب زندگی هدفمندم میخونیم که میگه چی می میگن چقدر کار عظیمی از طریق این شخص انجام شد فیلم ایسا رو ساخت و تمام دنیا هزاران هزار صدها هزار نفر به وسیله او ایمان آوردن و گفت من تنها گفتن راز موفقیت چیه که اینطور شد گفت فقط یه چیز جوان که بودم یه نامه نوشتم گفتم عیسی مسیح من از امروز غلام توام هم هر چی هستم مال توام هم زیرش هم امزا کردم هر جور میخوای از من استفاده کن آیا این دل در ما هست که بگیم خداوند هر چی رو که میخوای چون خدا از افراد معمولی میخواد استفاده کنه ایجا کاری که خدا در ایران داره میکنه اینقدر عظیمه انقدر عظیمه فقط خدا به این آیه همیشه بیادم میاد که میگه خدا چشمان خدا میگرده به دنبال شخصی که دل او به،, به, او مایل باشه تا قدرت خودش رو به او نشون بده دل ایرانی ها آماده است دل ایرانی ها مشتاقه یکی از عزیزان میگفت تو پارک تو ایران گفت تو پارک با یه خانومی قرار داشتم بهش داشتم بشارت میدادم نشسته بودم یه خانومی چادری هم اینجا رد شد یه چند قدم که برگرد رفتش گفتش ببخشید شما راجع به عیسی مسیح دارید صحبت می‌کنید من کلمه مسیح رو شنیدم گفتیم بله من از من سوال داشت داشتم میگفتم گفت میتونم منم بشینم اینجا شما دارید توضیح میدید منم بشنوم گفتیم این خانم میگه خب باشه بفرمایید شما بشین بعد رفت تمام فامیلا شاهورد چهار پنج نفر نشستن پیغام انجیل رو گوش کردن گفت اینایی که از اینجا رو قبل قبل از اینکه دوست من ایمان بیاره اونا بله رو گفتن و به مسیح ایمان آوردن اینطور خدا دل ایران ایرانی رو باز کرده ولی الان دست من و شماست که مسیر رو چشیده به خصوص تو قرب که زندگی بکنیم خیلی راحته مشغول زندگی های معمولیمون مشغول راحتی های این دنیا یادمون بره که خدا داره کار عظیمی رو در ایران میکنه و خدا به دنبال افراد معمولی میگرده تو خود همین کلیسا تو خود همین منطقه خدا میخواد کار کنه ولی از کی استفاده میکنه کسی که مثل استر بگه که بله خداوند حاضرم حاضرم از من استفاده کنیم. خادم خدا اتفاقات روزانه رو اتفاقی نمیبینه در نجه همیشه آماده است وسیله دست خدا باشه در این کتاب اتفاقات زیادی میفته ولی میبینی همچین همچینم اتفاقی نیست چون اینا قشنگ سر وقت اون چیزی که بعد اتفاق بیفته غیر شده انجام میشه تا در نهایت هدف خدا به انجام برسه خیلی چیزا که تو زندگی ما اتفاقیه کنترل خدا روش هست ما با ایمان به مسائل زندگیمون با اتفاقات برخورد میکنیم و با این ایمان که این اتفاق هم هر چقدر بده خیلی از اتفاقاتی که تو کتاب میفته در وهله اول خیلی بده اصلا قتل عامه خود ملکه ممکنه کشته بشه ولی میبینیم خدا میتونه حتی اونو هم برگردونه اتفاق بعدی اونو برگردونه دستور صادر شده دستور قتل عام صادر شده و طبق قانون ایران دستوری که پادشاه صادر میکنه غیر قابل برگشته منحل نمیشه ولی میبینیم باز آنن یک دستور دیگه صادر میشه که به یهودیان به اون قوم این فرصت رو میده که نه تنها باشن بلکه برکت رو هم بگیرن از دیگران پس اگه تو زندگی ما اتفاقی میفته اینقدر یکه نخوریم خدا میتونه از اتفاقات بعد برای نیکوی استفاده کنه این قدرت رو داره یه اتفاق وحشت میگه دیگه این چی شد این این چرا تو زندگی من اتفاق افتاد خدا اینقدر قادره نه تنها اون رو به نفع تو به کار ببره بلکه پشتش یه اتفاق دیگه بیفته اینو بپوشونه مثل مرکه استر باشیم فقط آماده باشیم خدا موقعیت ها رو برای کسانی که شخصیت و روحیه درست دارن فراهم میکنه چیزی که استر و مردخای دارن دل و شخصیتشونه من فکر اگر مثلا خودم جای استر و مردخای میذاشتم یه توی یک مملکت قریب برده بزرگ شدی مملکت خودت نیست و ممکنه خیلی راحت نسبت به دیگران تلخ بشی جای هستی اصلا زندگی, زندگی تلخ بشی آبا چرا اینجا بد بشه ما خودمون مملکت داشتیم چرا باید اینجا به دنیا چرا حالا اینجا باید برده باشیم چرا اینجا باید جزء اقلیت ها باشیم همینطور میتونستیم تلخ باشیم نسبت به دیگران نسبت به پادشاه نسبت به مملکت ولی در استر و هیچ تلخی نمیبینی می میبینی که پشت در قصر پادشاه میبینه میشنوه اون نقشه ترور رو و میره به پادشاه میگه اگر کسی تلخ باشه چی میگه؟ میخوان بکشنش؟ بکشنش همون بهتر که پادشاه رو بکشن از هم بزنید همدیگه رو بکشید ما ولی چون تلخی نداره وسیله دست خداست ما باید از تلخی هامون آزاد شیم مسیحی که تلخی داره نمیتونه کامل از خدا ازش استفاده کنه وسیله برایی نیست یه جایی خراب میکنه اگر استر یا مردخای تلخی داشتن یه جایی خراب میکردن اینطور راحت توی وارد این مسئله نمیشدن به آزادی عمل نمیکردن استر اگر یه مقدار آدم حساسی بود یه مقدار آدم مغرور غرور رو مثلا استر خانم ملکه شده به پسر عموش مردخای میگه خب من که بابام مرده مامانم مرده تو منو بزرگ کردی تا حالا تو به من زور میگفتی حالا من که پادشاه من که ملکه شدم از حالا من به تو زور میگم یا مغرور میشد حالا ممکن این حرفو نزنه ولی اینکه دیگه من دیگه حالا ملکه هستم ولی با اینکه ملکه است مطیعه و مشورت مردخای رو میشنوه باز هم میدونه محتاج به اینه که یه شخص حکیم حالا اون شخص حکیم نه پادشاه نه نخوص وزیره ولی احتیاج رو به یه شخص معمولی میبینه و شخصیتی که مردخای و استر رو میبینه دارن رو میبینن میگم خداوند استفاده میکنه ولی از افرادی که بازن آزادن تلخی نداره غرور نداره اوناست که خدا برای کارهای عظیم ازشون استفاده میکنه اتفاقی خب سه موقعیت ها موقعیت ها رو برای کسانی که شخصیت رویه درست دارن فراهم میکنه شماره چهار خدا حرف خود رو عوض نمیکنه و شیطان رو قبل از زمان تعیین شده بر نمیداره اما به ما قدرت میده بر او پیروز شویم این مثال قانون ایرانه خشایارشا که اگر یه چیزی رو گفت پادشاه یه چیزی رو گفت بعد دیگه انجام شد اگر زیر حرفش بزنه اعتبارش از بین میره پادشاه آسمانی هم ما هم همینه یه چیزایی رو گفته در کتاب مقا... پیدایش هم در کتاب مقدس هم نوشته در کتاب مکاشفه هم میبینیم که چه کار خواهد کرد چه زمانی چه کار خواهد کرد بعضیا میان میگن خب چرا خدا شیطان رو از بین نمیبره الان که میتونه همین حالا بیاد شیطان از بین بره نمیتونه بله میتونه پس چرا نمیکنه چون اگر بکنه زیر قول خودش زده خودش گفته که فعلا یه زمان فیزه که مردم نجات پیدا کنن یه زمانی هستش که شیطان آزاده ولی زمانی هم هستش که شیطان رو میبنده و شیطان رو در دریچه آتش خواهد افتاد این زمان خودش رو داره اگر خدا زیر حرف خودش بزنه الان انجام بده دیگه چه اعتباری براش هست یه حرف زده داره یه کار دیگه میکنه خدا برای جهان نقشه داره از ابتدا میگه نقشه داشت که عیسی مسیح جسم بشه روی و در وقت مناسب کلمه کتاب مقدس میگه در وقت مناسب زمانی که خدا تعیین کرد عیسی مسیح این کارو کرد پس همه چیز در نظم خدا هست و حرف خدا عوض نمیشه شیطان هم همینطور شیطان الان آزاد هست ولی زمانی میشه که خدا شیطان رو هم میبنده و در دریاچه گوگرد در حاویه میندازه کسی که خدا را خدمت نمیکنه به خدا ضربه نمیزنه به کی ضربه میزنه مردخای به استر چی گفت؟ گفت اگر در این وقت تو ساکت بمانی راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد اما تو و خاندان پدرت حلاک خواهید شد به استر میگه فکر میکنی حالا تو اینجا کاری نکنی میان همه رو قصدان میکنن تو, تو میمونی؟ نه چون نکردی ممکنه خودت حلاک میشی ولی خدای ما نجات رو در صورت میاره نمیذاره چه ایمانی این مردخای داره و اینو به استر منتقل میکنه که این افتخاره که خدا داره به تو میده استر فکر نکن فخر نفروش حالا خدایا مرا تو این زمان انتخاب کردی بکنم نکنم نه مسئله ای نیست خدا لنگ تو نیست خدا لنگ من و شما نیست وقتی خدا میگه بیا با من همکار شو داره به ما افتخار میده من یادم وقتی که به خدمت خونده شدم کار خوبی داشتم کار تعیقاتی داشتم و خوب تو کلیسا هم خدمت میکردم این کلیسا رو از صفر شروع کرده بودیم با همکاری دیگر همینطور خوب پیش میرم شیخ کلیسا هم بودم و خداوند که خون خیلی با خودم در جنگ بودم که خداوند من, من خب کارم که خوبه درمدمم که خوبه خدمت هم که دارم میکنم این هم هم دیگه شبامو دارم میذارم خیلی هم فعالیت داشتم دیگه از من چی میخوای دیگه خب دارم کنم دیگه ولی در مرتب احساس میکردم خدا میگه نه میخوام با من همکاری بیشتر داشته باش. و حتی یادم باش میگفتم خب آخه خدای من از آز شبانی هم قوی نیستم و بعضی چیزها رو دارم ولی شبانی رو میدونم شماره یک هم شاید شماره سه و چار همه و همینطوری چندی ما دعا میکردم یادم خداوند اینو تو دعا به من گفت گفت من میخوام تو رو به گفت من میخوام در ایران کار عظیمی بکنم و تو رو دارم دعوت میکنم که با من همکاری کنی من میخوام ایران رو نجات بدم و به تو دارم افتخار میدم که تو هم نقشی داشته باشی با هر چی که داری چیزایی نداری اشکال نداره همون چیزی که خودم بدادم. به اون نداده هاشم نگاه با همون چیزی که داری آیا میپذیری یا نه اینو که تو اون دعاها از خدا گرفتم اونجاست که گفتم بله چون گفتم خداوند بله ولی دیگه خودت میدونی از من چه استفاده ای بکنی در حقیقت خدا به من گفت تو به من افتخار نمیدی من میگم بیا تو خدمت به خدمت ناز میکنی من دارم به تو افتخار میدم که با من هم کار بشی فکر نکن حالا یه مقدار چیزا راحتیات و پولتو کنار میذاریم برای من منت میگم من برای تو جانم رو گذاشتم و فکر نکن بهایی که میدی بی سمر خواهد بود یه بهایی میدی بله ولی سمراتش نجات میلیون ها خواهد بود وقتی برای خداوند بها میدیم به خصوص الان در ایران طوریه که سمراتش رو بینیم. من همین هفته توی کنفرانس بودم با یه خادم بسیار عالی من کمتر همچی شخصی رو دیدم پر پر از محبت پر از حکمت فروتن هم. یعنی همچین کامبینیشن کم پیدا میشه و ایشون در ترکیه خدمت میکرد و راجب ترکیه گزارش میداد منم راجب ایران و اومان یاد من به شما حسادت هم میشه ما ترکیه خودمون میکشیم دو نفر ایمان بیارم و تو میای مثلا این داستان پارک رو میگی اینو میگی خدا رو ایران کار عظیمی کرده خداوند روحش رو در برای ایران و ایران ریخته و بعد یه زمینیه که ببین اگر ما رو مثلا میخون به یه زمینی که مثلا سفت بود و حالا بعد شش ماه دو سال اینو هی بیلش میزدی بعد دو سال بعد یه خورده سنگ رو کنار میذاشتی دو سال هی میکاشتی یه چهار سالم آبیاری میکرد یه 15 20 سال میگذشت مواتم هم سفید میشد یه پنج نفر ایمان می آوردن چی اگر خدا تو رو در این زمین میگذار بودن ها بودن کسانی که در ایران سی سال چل سال خدمت کردن کمتر از ده نفر به وسیله اونا ایمان آورد بوده زمانی بوده که ایران زمین سختی بوده میخوام قدر زمین ایران رو الان بدونیم که خدا اونو شیار داده آماده کرده میکاری در میاد نکاشته در میاد تو یعنی هنوز اون چیزی که نکاشتی رو درو میکنی خودت هنوز بشارت ندیدی مثل این شخصی که تو پارک بود هنوز خودش با این زنا کار نکرده بود حالا شش ماه بره بیاد خواهش میکنم به مسیح ایمان بیارید چیزی رو هم همونجا درو کرد همون روز یه خانواده رو درو کرد الان وقت شایزان الان زمان تاریخی هست برای نجات ایران و ایرانی چه در اینجا چه در خارج کشور چه در داخل کشور مایی که نوبر نجات ایران هستیم بعد با خدا همکاری کنیم بعد به خدا بله بگیم هیچ افتخار و منتی هم سرش نیست او به ما منت گذاشته که ما رو خوانده میخوای همکاری کنی میخوای نقشی داشته باشی برای نجات ایران لبگ بله داریم شما دانشجوهای هستید که برای خدمت اومدید جز بله از شما انتظاری نمیره <تصفح> مثلا هم برای همین اومدید و دعا میکنم هر کسی که این ویدیو رو میبینه اون هم الان بگه بله زندگیش همین الان بگه بله خداوند میخوام دعا کنیم بگیم خداوند بله همین الان همین الان خداوند زندگیمو به تو تقدیم میکنم خداوند نمیخوام زندگیم فقط صرف زیستن باشه ز... صرف نون در آوردن و خواب و خوراک و خونه باشه گرچه اونها برای تو مهمه ولی نمیخوام زندگیمو به برای, این... برای اینها صرف کنم تماما بلکه خداوند از من استفاده کن برای نجات برای بنای ملکوتت برای جلال خودت ای خداوند میخوام با تو راه بیام امروز میگم چند نفر با من میگید که خداوند امروز من خودم رو تقدیم تو میکنم میگم خداوند به تو افتخاری نمیدم بلکه افتخار میکنم که به تو بله بگم ای خداوند از من استفاده کن ای خداوند منو من به حساب بیاره خداوند برای اون جانهای تشنه و گرسنه که آماده شنیدن ولی هستن ولی کسی نیست به اونها بگه اونایی که فقط یه بار بشنون ایمان میارن ولی حتی اون یه بار هم کسی نرفته بهشون بگه ای خداوند ما رو استفاده کن در نام عیسی مسیح آمین آمین خب حالا میریم برای ایران در کتاب مقدس یه مروری میکنیم ایران برای خیلی از ایرانی‌ها جالبه بدونن تو کتاب مقدس اینقدر راجع به ایران گفته شده از صفات اول تا مکاشفه خدایی رو میبینیم که برای تمام جهان دل میسوزونه اقوام ایرانی کیا هستن در کتاب مقدس نام برده شده؟ فارس، ماد و ایلام اینا اقوامی هستن که الانش هم هستن جنوب ایران، مرکز ایران، شرق ایران فارس مادها و ایلامی ها چه کتاب کتاب های عهد عتیق در ایران نوشته شده استر نهمیان دانیال اینا کاملا در ایران نوشته شده خیلی از انبیا بودن که در ایران بودن اونجا خدمتشون شروع کردن و بعد رفتن در یهود و اونجا خدمتشون رو ادامه دادن و کتابشون اونجا نوشتن چه کتاب هایی رو چه پادشاهانی رو در کتاب مقدس می‌بینیم از پادشاهان ایران کلام خدا خوب این خود توجه کنیم. کلام خدا از پادشاهان ایرانی یعنی خود خدا از پادشاهان ایرانی تعریف میکنه و اسم میبره <applause> کتاب مقدس کوروش کمبوجیه بردیه دروغین داریوش خشایارشا اردشیر درازدست جالبه تو کتاب مقدس خدا پادشاهان یهود و اسرائیل رو نام میبره تعارف هم نداره خوبیاشون رو میگه بدیاشون هم میگه ولی وقتی از پادشاهان ایران نام میبره هیچ جا هیچ کدومشون رو بعدیشون رو افتخار دارید برای ایران خدا خدای ما برای ایران یه نظر لطفی داره به خصوص کاری که کوروش کرد خدا فراموش نمیکنه در ارمیا فصل 49 میدونیم که خدا چه قولی به ایران داده که از ایران ایران رو برمیگردونه پادشاهی خودش رو در قلب ایرانیا برقرار میکنه این ارمیا فصل 49 2700 سال پیش یعنی 700 سال قبل از آمدن مسیح این پیشگویی شده بود که زمانی میشه خدا ایرانیا رو به تمام جهان پخش میکنه پادشاهان رو از اون بر میداره و بعد چند تا آیه هست راجع به سختی هایی که ایرانیا ها توش میرن صحبت میکنه من حس میکنم جنگ ایران و عراق و بعضی از شرایط امروز خیلی به اونجا میخوره که کاملا قتل نابودی در اون هشت سال و بعدم ناامیدی الان ایران ایرانی امیدی نداره یک, یک حالت خیلی معیوس کننده ای الان در ایران هست و خدا تو اون شرایط میاد و میگه امید تو من هستم ایرانی الان امید مذهبی تو ازت گرفتن امید اقتصادی نداری امید سیاسی نداری آینده آیندت رو تاریک میبینی من نور تو هستم تو این تاریکی ایران الان نور اصلی داره تابیده میشه و امید اصلی داره میاد در پیدایش فصل چارده درسته؟ یا دوازده یه دفعه کجاست؟ یا دوازده یه شده نکنه یه دفعه چیز شدم دوازده بله در فصل دوازده در فصل دوازده آیه یک تا چار خدا به ابراهیم یه قول میده میگه که یه قول که مال ابراهیم فقط نیست مال نسل های بعدشه قولیه که مال اون زمان نیست مال تمام اثار هست بهش چی میگه میگه که میگه که هر که تو رو برکت بده برکت خواهد یافت هر که تو رو لعنت کنه لعنت خواهد یافت و از تو تمامی ملل جهان برکت خواهند یافت این آیه مال ابراهیمه و میگه هر کی تو رو برکت بده برکت خواهد یافت و در طول تاریخ بشر ما فقط ایران رو میبینه یعنی در طول تاریخی که در کتاب مقدس نوشته شده تنها ایرانه که شامل این حاله این آیه شامل حالش میشه یعنی به طور واضح خود کتاب مقدس میگه کوروش و ایرانی ها به این قوم برکت رو دادن و خداوند برکت رو فراموش نمی کنه کلام خدا میگه اگر یه لیوان رو به نام من یه لیوان آب رو به نام من بدید من فراموش نمی کنم و خدا کاری که ایرانی ها برای قوم یهود کردن رو فراموش نمیکنه و این زمان من احساس میکنم خدا داره میگه حالا زمان باز پرداخته زمانیه که من ایران و ایرانی رو نجات بدم و ایرانی ها در این زمان مشتاق خود خدا هستن خیلی از ایرانی از مذهب آزاد شدن میگن ما خود خدا رو میخوایم و خدا میگه بله منم خود, خود شما رو میخوام ما در عیسی مسیح نه واسطه داریم نه پیامبر داریم خود خدا با ما ملاقات میکنه اصلا روح خدا میاد در ما ساکن میشه و مشارکتی نزدیکتر از این وجود نداره چه شهرهایی رو در حال مسیحیت در ایران چطور شهرها رو گفتم آها قجا انداختم ولی خب چه شه شهرهایی رو در شوش همدان که اکباتان هست یا تو کتاب مقدس میگه احمدان حالا مسیحیت در ایران چطور؟ یه تاریخ خیلی کوچ کوتا. اصلا قبل از اون که عیسی قبل از اون که مسیحیت در ایران بیاد قبلش ایرانی ها به کتاب مقدس به به خدای یهود به یهوه ایمان داشتن. از کجا؟ از کجا؟ از زمان قبل از تولد مسیح کیا بودن ایران؟ دانیال از ایران خانم استر تو خود استر میخونیم که به خاطر اون واقعه چقدر ایرانی ها ایمان آوردن چقدر دانیال برای ایمان ایستاد که حتی تا مرگ یعنی ایمان دانیال یه وزیری نبود که ایمانش قایم کنه خیلی واضح و بعد دانیالی که آینده رو میگه و تازه این کلمه مجوسی کلمه کلمه فارسیه مغان یعنی سران زرتشتی بودن که حتی در دربار پادشاه بودن احتمالا وقتی دانیال در دربار پادشاه بود با این مقان رفت آمد داشت و راجع پیشگویی ها خود دانیال خودش کلی پیشگویی داشت حتما به اونها در, در میان گذاشته بود و وقتی که مسیح به دنیا بیاد این مجوسیان که میان به احتمال زیاد در ایران بود که کتاب قدس نمیگه ولی تمام شواهد نشون میده که از ایران اصلا اسمشون خود مجوسی کلمه فارسیه اصلا اسمشون نشون میده از یا همون مگای مثلا یا مجای میگن در انگلیسی خودمون مگ یا مگای یا مغان از این کلمه فارسیه ولی در وقتی که در ایران در عهد جدید اولین جایی که میبینیم ایرانی ها به مسیح ما میارن در روز پنتیکاسته روز پنتیکاست چه روزیه؟ روزی که روح خدا ریخت و روی که روزی که کلیسا رسما متولد شد یعنی دوران کلیسا روز اول تولد کلیسا روز پنتیکاسته روز تولدش ایرانی در روز تولد پند... کلیسا ایمان آورد شما در اعمال رسولان فصل دو بخونید میبینید که وقتی که روح بر رسولان ریخ و ریختن تو خیابون چی شد به زبانهای مختلف صحبت کردند و سه قومی که اول میگه اینا به زبان به زبانشون صحبت کردن فارس، ماد و ایلام بود یعنی رسولان مسیح شروع کردن فارسی صحبت کردن اگه اونجا فارسی می بعضی میگن نه خدا فقط مثلا یه زبانی یا عربی یا یه یهودی یه یا لاتینه بعضی نه, نه این خدا این زبون رو فقط میفهمه ما باید بریم زبان خدا رو یاد بگیریم تا بتونیم باش صحبت کنیم اما اعمال رسول میبینیم نه خدا زبان ما رو میفهمه خدا با زبان ما صحبت میکنه اینا از روی خدا پر میشن نمیگن به, فار... به ایرانی ها نمیگن حالا شما بیاین ابریات بگیرین تا بتونید این کتاب ما رو بخونید خدا رو بشناسید نه خدا میگه که شما ایرانی هستید از ایران اومدید اورشلیم برای زیارت من با زبان شما صحبت میکنم شما لازم نیست بیاید زبان یاد بگیرید من زبان شما رو بلدم و با زبان فارسی میبینیم که نجات پیدا میکنن پس اینا اولین ایرانی هستن وقتی بر میگردن البته در مسیحیت در ایران رشد میکنه این در تاریخ هستش که قبل از حمله عرب مسیحیت در ایران بسیار رشد میکنه در کنار چه دینی در ایران بود قبل از عرب زرتشتی در کنار دین زرتشت مسیحیت رشد میکنه طوری که بیشتر از 200 منطقه در ایران مسیحی نشیم یعنی انقدر مسییا زیاد بودن ایران رو تقسیم به 200 منطقه کرده بودن و هر منطقه کلیساهای مختلف داشت و هر منطقه یک اسقف یا یک سرپرست داشت که اون کلیساهای اون منطقه رو سرپرستی کنه پس مسیحیت در ایران رشد کرد ساده نبود خیلی جاها یهودیان پادشاهان زرتشتی پادشاهان زرتشتی به مسیحیان جفار رسوندن تو تاریخ میخونیم بعضی جاها بوده که پادشاهان زرتشتی مسیحا رو قتل عام کردن ولی مسیحیت در ایران همینطور بود و رشد کرد و حتی به کشورهای دیگه رفت من دو ماه پیش که چین بودم توی یکی از صحبتام در دقیقه اول راجع به این صحبت کردم که اکثرشون هم نمیدونستن که گفتم میدونید اولین کسانی که به شما چینی ها بشارت داد کی بود نمیدونستم گفتم ایرانی بعدم از اینترنت همه شواهد و مدارک رو در آوردم براشون گذاشتم ببینید این کتیبه تو این شهرتون است چیه زیان این تو این شهرتون اینه اینو میگه ایرانیا در این سال اومدن به شما بشاره آخرم صحبتم رو گفتم حالا نوبت شماست این لطف و حالا به ما مدیونید شما حالا شما چینیا ها باید بیاد به با ما بشارت بدید بیاید در ایران خدمت بکنید بیاید در میان و در خاورمیانه بشارت خدا و محبت خدا رو به ایران و غیر ایرانی برسونی تشویقشون کردم ولی حتی ایران ایرانی ها به چین میسیونر میفرستادن در اون قرون اولیه یعنی اینقدر اینجا چیز دل داشتن برای چین هم خیلی دوران یعنی برای اون برای دنیا دل داشتن که اونها باید مسیح رو بشناسن وقتی که بعد از قبل از حمله عرب حالا بعد از حمله عرب چی بود؟ بعد از حمله عرب بعد اینجا اضافه کردم. بعد از حمله عرب اونم یه دوره هستش تا به شاهباس عباس میرسه قرن 17 همه و قرن 14 هم. وقتی که اسلام اومد مسیحیت در ایران ضعیف بود و ضعیفتر شد یعنی حالت سنتی پیدا کرده بود اون قدرت اولیتش رو نداشت و بعدم که با زور اسلام خیلی ضعیف شد و ولی همیشه یه تهمونده مسیحیت در ایران باقی مونده از تو همین قرنها همیشه خداوند یه تعدادی رو نگه داشت تا اینکه در قرن 17 هم شاه عباس یه کاری کرد که وقتی تاریخ میخونیم اینم اینم از اون کارهای خداستان سانتم مثلا شاه عباس چی فکر میکرد؟ میگفت خب اینایی که برای اینکه میگم برای اینکه مثلا این ارامنه یه مقدار این یه, یه روش سیاسی بود دیگه مثلا یه کشور رو فتح می‌کردن برای اینکه اون کشور تقیان نکنه و از زیر سلطهشون بیرون نیاد یه کار می‌کردن یه سری مثلا چند تا شهرهای اونا رو اقوام اونا رو می آوردن به زور این جایگزین می‌کردن یه سری هم از این بر می‌گفتن شما برید اونجا زندگی کنید و اینایی که از اونجا اومده بودن دیگه اونا که حالت تقیان نداشتن و شعباس به این خاطر یه سری از ارامنه رو یک سری از ارامنه رو میاره و در جلفا در تبریز و بعد در اصفهان اونها رو جایگزین میکنه ولی خودش نمیدونسته این خودش یک دستی هست از مسیر تاریخ آیا میدونید ارامنه چجوری ایمان آوردن به عیسی مسیح؟ توسط این پادشاه ایرانی که اونجا رو فتح کرده بود این پادشاه و خودش ایمان میاره و بعد به درامنه شرق. کجا؟ تو ب... نه نه تو ما رو میگن اومد شرق ایران رو میگن تو ما ولی بله نه تو ما ارمنستان نرم اینو تو ما رو میگن به طرف شرق یا ایران اومد ولی ارامنه به ایران میدونید چی شد خدا از اون استفاده کرد که ما ایرانی ها ما مسلمان زاده ها همیشه مسیحی بودن جلششون باشه گرچه خیلی از ارامنه این نمونگی رو نداشتن خیلی هاشون میفتیم عرق فروش مثلا عرق فر. خیلی از ارامنه اون نمونگی رو نداشتن ولی بعضی هم خیلی نمونه بودن میشناختید ارامنه ای که مردم خوبی بودن نمونه بودن و خدا این از این ارامنه استفاده کرد به خصوص در این سالهای اخیرم ازشون استفاده کرد که ایرانی با مسیحیت یه جوری آشنا بشه مسیحی تو توشون بر خورده باشه زیاد درشون عجیب غریب نباشه و بعدم ببینیم خدا از ارامنه در این سالهای آخر هم استفاده میکنه بعد به دوران میسیونرها میرسیم در قرن 18 هم 19 20 دوران میسیونر هست اوایل بیشتر میسیونرها از انگلیس می در قرن 19 هم. هنری مارتین رو میبینیم هنری مارتین قرن 19 بیشتر میسیونرها از انگلیس بودن کم کم اواخر قرن 19 آمریکا شروع کرد میسیونر فرستادن و قرن 20 بیشتر آمریکایی ها به, دو.. به دنیا بشارتشون رو دادن حالا حس بزنید قرن 21 <applause> <laughs> چینیا و اول چینیا ولی خدا چینیا رو خونده من ایمان و ایمان دارم خدا و کره رو خونده که جای ها رو تو بشارت در تر سر, جهان بگیرن و ایرانیا هم خونده تا در اون منطقه خودشو من میدونم کاری که خدا در ایران میکنه برکتش به تمام جهان میرسه ولی ماموریتی که خدا به ما مسیحیان ایرانی میده اول ایرانه و بعد کشورهای اطراف چون غیر از ما یعنی کمتر کسی بتونه مثل ما موثر باشه هنری مارتین یک کشیش کلیسای اسخفی بود یک جوانی که میاد و اول در هند کتاب مقدس رو به هندی ترجمه میکنه سر راهش یک یک نامزدم هم داشته تو انگلیس میخواستن با هم ازدواج کنن و راه دور مکاتبه و اینا بعد میگه خب برمیگردم انگلیس و حالا با نامزد هم ازدواج کنم میگه ولی خب سر راه ایران هم کتاب مقدس نداره برم اونجا یه... یه چند سالی هم دو سالی اونجا کتاب مقدس رو به زبان فارسی هم ترجمه کنم خیالم راحت شه برم و این کارو میکنه میاد تو ایران و کتاب مقدس اول رو هنری مارتین ترجمه میکنه که بعدن تحصیم میشه و بهتر میشه و جالب اینه که هنری مارتین وقتی که از داشته بر میگشته و از ترکیه که میرفته با نامزدش در سن سن شدم نیسته من سی و دو؟ در سن جوانی تو ترکیه مریض میشه میمیره و قبرش الان تو ترکیه است جانش رو قبل به, به وصال نامزدش نمیرسه ولی اراده خدا رو کامل انجام میده عشقی که به مسیح داشت و این کتاب مقدس به زبان فارسی ترجمه میشه در قرن 19 هم میسیونرها دو, دو سری میسیونر وارد ایران شد یکی از انگلیس بود که بیشتر جنوب رو میپوشوندن اصفهان شیراز و از آمریکا پرزبتریا اومدن مشهد تبریز قسمت شمال رو و اینها اومدن و خواستن به ایرانی ها و مسلمان زاده ها بشارت بدن دیدن وضع خیلی خرابه نه ایرانی ها بازن مثل امروز خیلی بستن می جونشون در خطره بعد اومدن متوجه شدن بابا این هم مسیحی ریخته ارمنی و آشوری مسیحی زاده که اینا خودشون مسیح رو نمیشناسن اینا میگن مسیح رو می ولی نمیشناسن پس بریم با اینا کار کنیم میسیونرها اول اومدن برای مسلمان زاده بعد سیستمشون عوض کردن رو ارامنه و آشوریا کار کردن و اونها یه بیداری در میان ارامنه و آشوریا شروع شد و کلیسای سالمی از اون طریق شروع شد در قرن 20 اواسط قرن بیستم کلیسای برا... کلیسای فیلادلفیا محبت برادرانه شروع شد با ارامنه و برادر ست و برادر لوون و اینها تو خونهشون جلساتی رو شروع کردن و همون اوایل دو تا برادر که به شرارت معروف بودن نوجوان ایمان آوردن و این برادران کیا بودن؟ برادر ادوارد و برادرهایی که اون کلیسا و این خادمین یک اثر مثبتی در این نیمه دوم قرن بیستم گذاشتن تا اینکه یک روحی در ایران ریخت و یک حرکتی در نجات مسلمان زاده بوده کلیساهای این عزیزان اکثرا ارامنه بودند یه کمی مسلمان زاده توش بود ولی در این سالهای اخیر بعد از انقلاب انقدر خدا عمل کرده که بسیاری اصلا ارامنه جزء ها در ایران شدن از واسه مسیحیت یعنی خیلیشون اومدن بیرون و الان اکثر ایمانداران داخل ایران ارمنی هستن مسلمان زاده هستن و آمادن که پیغام خدا رو به همه برسونن همونطور گفتم اینقدر مسیر و زیبا تجربه کردن که براشون دیگه مهم نیست که چی میشه و چه اتفاقی میفته یه عزیزی یک زنگ زد چند ماه پیش و میگفت از دهات حتی دهاتی ها دارن دیشه ماهواره رو میگیرن و زنگ زد گفتش که من چند هفته دیش گرفتم نگاه کردم برنامه رو و من به مسیح ایمان آوردم و بعد تو ده, ده ما من تنها کسی بودم که دیش داشتم و وقتی ایمان آوردم خب بعدش چه کار کردیم؟ خب رفتم تو ده به همه گفتم خدا محبت مسیح نجات میده ما اون خدایی که میشتاسیم ما رو دوست داره خب بعد چی شد؟ گفتی چی سرم فریختن سرم کتکم زدن بعد چی شد؟ گفت چی؟ اومدم خونه، افتادم روزانه، که خدای من که کار بدی نکردم ولی چون محبت تو صحبت کردم، من از این تلویزیون اینا رو یاد گرفتم همین تو که دردان، بعدا بدنم بدن درد میکرد، روی فرش خوابم برد چه خواب راحتی هم کردم اون شب و تو خواب، مسیح اومد تو خوابم به من گفتش که پسرم تو کار درستی کردی و من دشمنانتو به دوستان تبدیل میکنم صبح شدم، چی؟ شنگول. یه دفعه در میزنه باز کردم دیدم این سه نفر پشت در ایستادن گفتم چی میخواین دیگه گفتن تو این پیغام از کجا شنیدی گفتم من خب از تلویزیون گفت ما دیشب تا صبح خواب نداشتیم گفت من که خیلی خواب راحتی داشتم <تصحیح> <تصحیح> گفت من میخوام این پیغامو تو از کجا شنیدی بهت بشین بیا بشین بهت بگم و آف اومدن تو تلویزیون رو بازش کردم باز کردم نگاه کردم بعد اینا دوست داشتن گفت دیگه هفتی دو سه شب می آمدن. ما بعد بعدشون شام درست می کردیم می آمدن می شستن تلویزیون رو نگاه می کردن. بعد ایمان آوردن بعد رفتن به دیگران گفتن گفت بعد از چند مدتی اصلا خود... کار ما شده بود هر شب شام درست کن تمام اهل دمیان تلویزیون رو نگاه کنن دیگه خسته شده بودیم گفتم چیکار کنیم گفتم خب میرم یه سه تا دیش میگیرم به اینا میدم دیگه سه تا دیش خریدم به اینا هدیه دادم گفتم شب دیگه مردم خونه شما بیان شما شام درست کنید خونه شما این تلویزیون کانال محبت رو و این رجوع مسیحیت ببینه اینطور خدا حتی تو ده دهات ایران اینطور کار میکنه و حتی کسی که کتک خورده خدا ازش استفاده میکنه برای نجات یک ده خدا برای روحی که در ایران ریختی تو رو شکر میکنیم پدر تو کتاب مقدس میبینیم که تو برای ایران و ایرانی نقشه خاصی داری خدا ما ریز در این نقشه میخوایم با تو همکاری کنیم دست تو دراز شده تا ایران رو برکت بدی و از ایران تمام کشورهای اون منطقه رو برکت بدی پس خداوند امروز بار دیگه به تو بله گفتیم از من و از ما استفاده کن آمین آمین خدا